با عرض سلام خدمت همه بینندگان عزیز در سراسر دنیا، دکتر کاویان میلانی هستم. امروز با شما هستم و موضوع برنامه امروزمون بحث و صحبت پیرامون بیماری کووید 19 و ویروس کرونا هستش. امیدوارم در هر جای دنیا که هستید خوب، خوش، شاد و پیروز باشید. و امروز باز یه سری به سر مطالبی که عرض میکنم، بعد میخوام که سوالات رو سعی کنیم که جواب بدیم. دوستان عزیز، در آمریکا وضعیت کووید الان به نظر میرسه که یک تکونی خورده در جهت مثبت و آمار واکسن ها بالا رفته و مشخصا آمار بیماری ها و اونهایی که دارن در بیمارستان ها بستری میشن پایین تر رفته و این بسیار بسیار مثبت و مفیده. علاوه بر این، اینطوری بگم که دیروز اولین روزی بوده در آمریکا که این هفته اولین هفته بوده که تعداد واکسن هایی که زده شده چندین برابر تعداد اونهایی بوده که بیمار شدند و این یک به اصطلاح موفقیت بزرگه. و اگر همین روند برای حدود مثلا 2-3 ماه دیگه ادامه پیدا کنه، مشخصا وضعیت بیماری بهتر خواهد شد. این از وضع کنونی آمریکا. دکتر کاویان میلانی هستم، از فیرفکس ویرجینیا با شما هستم. در تقریبا 20 دقیقه حومه واشنگتن دی سی قرار داریم و من صدا مطب رو مدیریت میکنم. در این صدا مطب ما در ظرف 9 ماه اخیر شاید بالای 13-14 هزار نفر رو تست کرده باشیم، آزمایش کرده باشیم و از اینها حدود 1100 نفرشون مثبت بودن و تا به حال فقط 2 نفر از بیماران ما فوت کردن، ولی تونستیم بیماران رو با درمان سریع و به موقع نگه داریم. اون چیزی که به نظر من مؤثر بود در این جریان، یکیش این بوده که ما همیشه مثلا اون از روز اول کورتون رو من شروع میکنم و الان یه مقدار در مورد اون به صحبت خواهم پرداخت. بعد یک آنتی بیوتیک رو اضافه کردم، آزیتومایسین، که این آنتی بیوتیک در اصل اون اول کار نمیکنه و اون هفته بعد موقعی که نمونیا و به اصطلاح زاتوریه وارد کار میشه و بدتر میکنه وضعیت رو، این کمک میکنه که به اصطلاح بیماران اون زاتوریه رو که میگن بستری نشن و بهتر جواب بگیرن. سوال افسانه در مورد ریسک واکسن. بله، ما واکسن رو در مطب خودمون که به 50 نفر و در مطب دیگه به حدود مثلا فرضاً کلاً 70 نفر ارائه کردیم، 3 نفرشون این واکسن رو نزدند و حدود مثلا 65 نفر واکسن ها رو زدند. واکسن ها در اصل، و این هم باید بگم که دوستانی که و اون کسانی که از نژاد سیاه هستن، 3 نفر از کسانی بودن که واکسن رو نزدن و اینها به خاطر شرایط خاصی که در آمریکا بوده در طول سالهای دههای قبل و مثلا نگران بودن از این که نکنه این واکسن ها جنبه آزمایشی داشته باشه، اینها به هر حال مسئلهشون این بوده که اینها رو نمیخواستن که بپذیرن، بقیه زدن. و متاسفانه یک به اصطلاح یک تفاوتی هست در آمریکا بین به اصطلاح باور سفیدپوستان آمریکایی و سیاه‌پوستان نسبت به واکسن. بجد اینا رو بعدا میشه خواهم پرداخت و مسئله نژاد و به اصطلاح باورهای به اصطلاح در مورد واکسن. ولی اون چیزی که میخوام الان مطرح کنم اینه که واکسن ها، پروفسور افسان خانم، واکسن ها امن و ایمن هستن. از توی بچه‌ای که تو مطب واکسن زدن، من خودم مثلا فرضاً برای بعد واکسن دوم مدرنا حدود مثلا 1 روز بدن درد داشتم، این خستگی خاصی بود و یه مقدار مثلا فرضاً حالتی داشتم که بدن گرم نمی‌شد، یعنی مثلا فرضاً در طول شب من همش احساس سرما می‌کردم ولی لرز نداشتم. ولی بعضیا تب کردن، بعضیا بدن درد گرفتن، ولی واکسن دوم مشخصا بدتر از واکسن اول بود. ولی وقتی که زده شد و تموم شد، بخاطر تموم شد دیگه و دیگه علامش رفته و دیگه مسئله نداریم و از لحاظ ایمنی هم دیگه خیالش جمعه که واکسن رو زده و احتمال آغشتگیش به ویروس کمتر میشه. حالا چقدر این ویروس
در مورد این واکسن میتونه مقاومت داشته باشه. واکسن به هر حال مقاومت خوب به بدن میده، بالای 95%، و این بسیار بسیار خوب و نیکوست. خب در مورد واکسن روسی عرض کنم که واکسن روسی فعلا سوای یک مطالعه که در آخر تابستون چاپ کرده بودن هیچ چاپ دیگه نکرده بودن و هیچ نتایج خودشون رو اعلام نکردن. بر مبنای اون چیزی که از این واکسن به نظر میرسه، واکسن موثر و خوبی هستش، ولی تا وقتی که این واکسن در فضای در کار میدانی روش انجام نشه و علاوه بالینی درست بشه، این اصطلاح مسئله جواب بدهی نیست و بهتره که دولت ایران و بقیه دولت‌ها واکسن هایی رو که به اصطلاح موثر هستند و اثبات شدن رو به کار ببرن. در مورد سوال شادابی در مورد روش درمانی که اسرائیل جدن ادامه کنه چیه؟ این هم به حال چیز آزمایشی هستش. اونها به 30 نفری دوای خیلی نادر و کم مصرف رو دادن که به اصطلاح این دوای شیمی درمانی هستش و مدعی هستن که از این 30 نفری که این واکسن این دوا رو گرفتن، 29 نفرشون فعلا خیلی خوب شدن و 1 نفر دیگه هم بعد خوب شده. اونا کسایی بودن که بیماران شدید بودن. بنابراین به هر حال ممکنه که این به اصطلاح یه بارقی از امید داریم باشه، یک رگی از به اصطلاح دانشش باشه و ممکنه که اینها روش مجبورن کار بکنند و با کار کردن روی این به اصطلاح درمان، حالا به هر حال در ظرف مثلا 3-4 ماه آینده احتمالاً ما نتایج خوبی رو خواهیم گرفت. این از این تحقیق در مورد اسرائیل، این از مسئله واکسن روسی. حالا مسئله دیگه اینه که به هر حال امیدوارم که واقعا دولت ایران و دولت مردان و اونایی که تصمیم گیرنده هستند در ایران این واکسن رو، واکسن فایزر، واکسن مدرنا، واکسن جانسون اند جانسون یا حداقل واکسن آکسفورد استرازنکا رو وارد ایران بکنند. این واکسن ها الان همشون در مورد ویروسی که از کالیفرنیا اومده، واکسن ویروسی که از آمریکا، آفریقای جنوبی اومده و اون که از انگلستان اومده خوب جواب دادن. واکسن به نظر میرسه که استرازنکا روی اون نوعی که از آفریقای جنوبی اومده به اون خوبی جواب نمیده. بله، در تجربه من و تجربه که ما داشتیم حدود 8 ساعت بعد از تزریق دوم بدن درد بیشتر میشه، حتی تب ممکنه داشته باشه کسی و فرسودگی و خستگی و اون وقت با خوردن ادویل، بروفن، تایلنول شخص حالش بهتر میشه. بعد از واکسن پروتکل ها رو و حقیقتش رو بگم پروتکل ها رو باید رعایت کرد بعد از دادن واکسن، ولی با توجه و عطف به این که در نهایت یه موقعی پیش میاد که به هر حال اونهایی که واکسن رو زدن احتمالاً یک برگه، یک مثلا یک ارسانم که یک شناسایی روی تلفنشون خواهند داشت، موبایل هم تلفن موبایل به همراه و با گوشیشون میرن توی مثلا رستوران، توی مغازه، تو رستوران، تو سینما و این رو ارائه میکنن و دیگه نباید مثلا اینها اون فضاها رو ارائه بکنند و احتمالاً اینجوری میشه در نهایت. ولی در حال حاضر به هر حال شما اگه تو رستوران برید، در مغازه برید، کسی هم واکسن سوال نمیکنه و به هر پروتکل ها رو باید رعایت کرد. ولی اگر من خودم شخصا الان یه گروه از همکارانم رو دعوت بکنم به منزلمون و اینها رو من برای شام دعوت بکنم و اینها من بدونم اینا همه واکسن رو زدند، اون وقت من دیگه رعایت ماسک و فاصله شماری نمیکنم، به خاطر اینکه خطری در اون جمع و در اون گروه دیگه نیست، حتی اگر در فضای منزل و فضای سربسته باشه. بنابراین من از این مثلا راضی هستم. حالا در مورد این که این واکسن چقدر موندگار هست و این واکسن چقدر جواب میده، فعلا فرض رو بر این باید گذاشت که 3 سال، یعنی از واکسنی که شما اول میزنید، واکسن دوم رو اگه بزنی بعد 3 سال این به اصطلاح پوشش خواهد بود، با فرض بر این که ویروس جهش های خاصی رو انجام نده و در برابر این واکسن مقاومت پیدا نکنه. ولی این مستلزم کار جدی
و کار تحقیق هستش که به اصطلاح نمونه برداری بشه از این ویروس، کشت بدن، رشد بدن، تجزیه بکنن به اصطلاح اون مواد ژنتیکی ویروس رو و مطمئن بشن که این ویروس هنوز اون مقاومت‌هاش رو داره. سوال بدشانس در مورد گروه خونی و آیا تأثیری در مقاومت کووید 19 داره، این مسئله مهمی است، روش کار شده. به نظر میرسه فعلا که گروه خونی او یک مقاومت ضمنی داره و به نظر میرسه گروه خونی A از همه بعدش بدتر در برابر این ویروس، ولی تفاوت آنچنان نیست. یعنی در هر دو گروه اینها میبینید که مردم در هر دو گروه بستری میشن و فوتی دادند. در مورد سوال مریم که میپرسه من آلرژی فصلی دارم و مجاز هستم بزنم. بله، آلرژی فصلی مخالفت و منافاتی با زدن واکسن نداره. اون چیزی که جالبه اینه که اونهایی که با خودشون اپیپن دارن و باید تزریق بکنن اپینفرین رو، اینها باید حتما به اصطلاح دقت بکنن. من به مریضای خودم و به کادر درمانی خودمون روز قبل، دو ساعت قبل از به اصطلاح واکسن اول و دوم پردنیزون رو دادم و برای روز بعدش هم دادم و این به اصطلاح موثره. ولی به هر حال به نظر میرسه که اونهایی که به اصطلاح این مسئله دارند میتونن که واکسن رو بزنن. در مورد فیلرهای لب و فیلرهای صورت هم توضیح بدم که در بین بیمارانی که واکسن مدرنا رو زدن چند نمونه بوده و چند مدل داشتیم که مردم بعد از واکسن صورتشون ورم کرد، تا دو نمونه بوده و یه نمونه هم این خانومی بوده که لبش داده بوده با تزریق فیلر و به اصطلاح چون این لبهای درشت و گوجه‌ای مد شده فعلا اون زده بودن و به هر حال بعدش به نظر میرسه که یکی از اشخاص به اصطلاح با اینکه واکسن رو اول زده بوده و این رو بعدن به اصطلاح فیلر زده ولی اون تورم داشته. ولی در بین بیمارانی که من به اصطلاح ناظر بودم و باشون کار میکنم به نظر میرسه که مسئله نبوده و به هر حال من به بیمارانی که فیلر زده باشن به اصطلاح اینها رو همه رو من بهشون یک مواد پرکننده صورت رو پوست رو من حتما بهشون یک پردنیزون کورتون میدم. خب حالا این سوال دیگه ای که الان مطرح شده، به هر حال واکسن ها ببینید واکسن ها مشخصا ضرر توشون هست، مثلا بدن درد قطعا هست، شاید 100% بدن درد رو بگیرن، 95% بدن درد رو بگیرن، مردم شاید تب بکنن، لرز بکنن، ولی این دوره که گذشت اون ایمنی که این واکسن میده خب البته مشخصا ارزش اون یه روز تب و درد رو داره و این مسئله مهمی است. خب کرونا جدید در کودکان شویش بیشتره و قابل انتقال تره، ولی اگر که کادرهای درمان واکسن ها رو بگیرن و این بعدش به معلمین هم برسه به نظر میرسه که معلمی ها اگر که به اصطلاح واکسنه بشن مدارس رو میشه اون وقت باز کرد. درصد انتقال این بیماری بین کودکان و دانش آموزان به نظر میرسه که پایین تره و این بسیار بسیار مسئله خوب و جالبیست و به هر حال تحقیقات اخیر CDC سازمان بهداشت آمریکا نشون میده که به نظر میرسه که نهادهای ناظر همه به این نتیجه رسیدن که این در بین به اصطلاح کودکان روشش کمتره. خب سوال علی مقصودی رو بگم، من سابقه دیابت و فشار خون بالا دارم و حساسیت ریوی دارم، پارسال آنفلوانزا گرفتم، 45 روز درگیر بودم بعد از کرونا، احتمالا بازم هست. بله دوست، از احتمال باز گرفتن بیماری هست. اگر که این واقعا کووید بوده خوبه که شما یه تست به اصطلاح آنتی‌بادی بدید و اگر که IgG شما بالا بود مشخصا این کووید بوده. به هر حال شما در صورت امکان واکسن رو بزنید و در صورت امکان این تست رو بدید و ببینیم که شما این به اصطلاح بیماری سابق واقعا آنتی‌بادی واقعا به اصطلاح کووید بوده یا نه. اگر که این واقعا کووید بوده
شما قطعا به حال ایمنی خوبی خواهید داشت، به خاطر اینکه اونهایی که کووید رو شدیدتر گرفتند ایمنیشون هم مشخصا بهتره. دو موردی که ما در مطب خودمون داشتیم که اینها کووید رو دوباره گرفتند، همه در بار اولشون خیلی بیماری ناچیز و به اصطلاح کم ضرری بوده و بعد اینو دوباره گرفتن، یعنی مشخصه که اینو ضعیف گرفتن و اون بار اول اون ایمنی بدن خیلی قوی نشده. در مورد واکسن روسی، ببینید دوستان عزیز، واکسن روسی اگر به ایران، اگر من الان در ایران بودم و واکسن روسی می اومد و چاره‌ای نداشتم، واکسن روسی رو احتمالاً می‌زدم. ولی واکسن روسی برای حق مردم ایران اینه که الان واکسن رو وارد بکنند و بزنند، اینکه واکسنی است که اثبات شده باشه، واکسنی است که به اصطلاح نهادهای ناظر جهانی اینا صحه گذاشته باشن که این موثره. الان شما 4 تا واکسن دارید که اینها موثرن و بنابراین 1 شما واکسن مدرنا، واکسن فایزر، 3 واکسن آسترازنکا، 4 واکسن جانسون اند جانسون. این 4 تا واکسنی که روش تحقیقات بزرگ انجام شده و روی مثلا 100,000 نفر تست شده، مشخصه که این واکسن ها بسیار بهتر و قوی تر. الان واکسن مدرنا و واکسن فایزر تقریبا به 30 میلیون نفر زده شده آمریکا. 30 میلیون نفر، یعنی خب این مشخصه که 10% مردم آمریکا این واکسن رو گرفتن. اگر که عوارض بدی الان داشت، خب خودش رو نشون میداد. اگر مثلا درصد مثلا فلج زیاد شده بود یا درصد مثلا کوری زیاد شده بود یا درصد مثلا بیماری کلیوی زیاد شده بود، اینها الان خودش رو نشون میداد و هیچ چیزی همچین ما نداشتیم. بنابراین اون عوارضی که هست محدود به بدن درد و تب و درد مفصلی و اینهاست برای یه روز و بعد این قضیه حل میشه. و مطلب دیگه اینه که اون به صورت بیماری ولی کشنده است، درسته؟ و دوستان عزیز میدونن که اون بیماری کشنده است. بله، واکسن متاسفانه برای واکسن فایزر و احتمالاً واکسن مدرنا رو به حال وارد ایران کردن حتما و متاسفانه باید فکر نکنم که اینها به دست مردم رسیده باشه و در نهایت اینه که اینها به هر حال واکسن روسی به نظر میرسه که واکسنیست که به اون چیزی که بخیر به مردم میرسه و از به نظر میرسه که از واکسن چینی مشخصا بهتره. بله، مثل از حسین عزیز که نکته مهمی رو الان مطرح کردن که به اصطلاح در مورد حشمت مهاجرانی که مربی تیم ملی ایران بود در جام جهانی آرژانتین و به هر حال فرمودن ایشون که ایشون کرونا گرفته و نمیدونستم این رو. مرسی از تذکر و به اصطلاح این اطلاعات و ولی حالش به هر حال خوب شده. ببینید در سن بالای 80 کووید قطعاً 10% مرگباره، ولی اگر تحت مراقبت های درست انجام بشه و کارهای لازم انجام بشه مشخصاً خب اینجوری نمیشه یا احتمال به اصطلاح عواقب بعدش کمتر میشه. شما الان مثلا فرضاً نمونه هایی داریم مثل مثلا رودی جولیانی که به اصطلاح وکیل مدافع ترامپ بود و از همکاران ترامپ بود، بیماری گرفت، سنش بالاست، بستری شد و فوراً خوب شد، چون که اون به اصطلاح پادزهر لازم رو فوراً بهش دادند، دوای رمدسیویر رو بهش فوراً دادند و بهتر شد. ولی برای و خود ترامپ هم نمونه خوبی است، نمونه بارزی از اینکه چجوری شما یک نفر که سن بالاست، چاقه، در شرایط خوب پزشکی نیست، این آدم رو میتونید شما فرضاً به رمدسیویر رو بزنید در سریعاً به اصطلاح و سریعاً این آدم رو مثلا بهش آنتی بادی پادزهرهای خاص رو بزنید و بهتر شد و با کورتون دوس بالا. خب این نکته مهمی است، یعنی اون هست. ولی اگر که کسانی باشند که مثل من و شما که دسترسی و امکانات به اون داستان رو نداشته باشیم، خب مشخصا اینی که مثلا پسی به من مراجعه میکنن به اصطلاح، خب من نه اون رمدسیویر رو میتونم بهشون بزنم
و نمیتونم اینها رو مثلا بهشون آنتی بودی رو بزنم چون اینا مثلا پول لاستان ندارن. و در مورد اون موارد خاص هم بالاخره اون شرکت ها به اشخاص مهم متاسفانه دواها رو مجانی میدن، ولی از من و شما اینها رو دریغ میکنند. نکته اصلی و مهم اینه که ولی اون دوایی که ما الان داریم در مطب خود من جواب داده. مثلا ما الان فرضاً از 1100 نفری که با بیماری کووید داشتیم و درمان کردیم تا بار فقط دو نفر ما به سبب کسانی که فوت کردن از بیماری کووید و پس برای 1100 نفر مثلا فرضاً هنوز زنده هستن. این نکته بسیار مهمی است و توجه داشته باشید که حالا اون درمان‌های بیمارستانی و رمدسیویر از روز اول که در دسترس همه نیست مشخصا، ولی منافات نداره. حالا مهاجرانی رو که همچون که باقی مقصودی گفتن نمیدونم دقیقا که داستان چجوری بوده، ولی سوالی که دیگه مطرح شد و الان دیدم بالا در مورد لری کینگ بود که به اصطلاح این خبرنگار و مصاحبه‌گر بود و معروف بود موقعی که من جوان بودم و به هر حال دیده شد که این آدم در فوت کرد، ولی من نمیدونستم و نخوندم که ایشون به اصطلاح اعلام کرده باشن که از کووید فوت کرده باشه. من فرضم برای این بود که از سن بالا فوت کرده، چون اگر کووید بود احتمالاً شاید میگفتم، ولی مثل اینکه شما اطلاعی داشتید که من نداشتم در مورد پس هم لری کینگ و هم حشمت مهاجرانی. خیلی ممنون از دوستانی که اینجا هستند و هم اطلاعات رو به اصطلاح اضافه میکنن، منم زیاد میگیرم و در ضمن هم خب البته این فضای عمومی و بحث بازی هستش و مناسبه. خیلی خوب دوستان عزیز، پس برای حال کنونیمون این رو بگم که واکسن متاسفانه در ایران فعلا واکسن روسی فقط به اصطلاح ارائه خواهد شد و اون یه واکسن هست با کوبا دارن تحقیق میکنن روش که اون واکسن اون کار یه کار بومی و حالا به هر حال خوبی است، موثره که دولت ایران و سازمانهای مهم یاد بگیرند در مورد مسئله کووید. ولی حالا در مورد دو بازیکنی که فوت شدن، واقعا آقای میناوند و آقای انصاریان، برای که هم مثلا اشخاص محبوبی بودن و هم دوست داشتنی بودن، به هر حال به نظر میرسه که به صورت کادر پزشکی هیچ همه کار لازم رو کرده و اون کارهایی که در پروتکل های معمولی بوده و انجام دادن. و البته ببینید که شما اگر از میناوند که در شرایط جسمی خیلی خوبیه و به اصطلاح بیماری پیشینه و زمینه‌ای نداره و مثلا فوت میکنه، به نفر مثل ترامپ که مثلا فرضاً حالا بیماری رو میگیره و از همون روز اول به اصطلاح بهش کووید رو مثلا آنتیبادیش کووید رو رمدسیو رو کورتون بالا رو میزنن، روز دوم و سوم اصلا برمیگرده میره سر زندگیشو، میره کاخ سفید شروع میکنه به فعالیت سیاسی حرفا. بنابر این مشخصه که اون سیستم ها باید اصلاح بشن، باید که اون به اصطلاح مسائل مهم و مسائل جالب که در این بیماری هست، باید اون درمان هایی که الان هست اینها سریعتر راه بشه که مردم بتونن که بهترش هم متاسفانه به علت مادی و به اصطلاح حالا کمبود به اصطلاح مواد و اینها یه مقداری در مضیقه هستن. اشخاصی که مثل من و شما یا آقای میناوند هستن و بخره بعضی از این گروه ها فوت میکنن. متاسفانه به هر حال فوت دو فوتبالیست به اصطلاح حالا مطرح و صاحب نام در این مدت کوتاه نشون داد که به اصطلاح یه مقداری کادر پزشکی در ایران تحت مضیقه هستند و واقعا کار سختیه. خب بله، من قصدم مقایسه با جهان سوم نیست، قصدم این هستش که به هر حال بگم که اون کادری که داره زحمت میکشه داره ارائه میکنه، ولی به هر حال اون چیزی که در آمریکا مثلا به رئیس جمهور میدن با چیزی که در آمریکا به من هم میدن به هر حال متفاوته. و در مورد درست نکته‌ای که تاردست عزیز مطرح میکنن که به هر حال این به اساس سیستم سرمایه‌داریه، ولی علاوه بر سیستم سرمایه‌داری که هست بالاخره این خود این شرکت‌ها که این دوا رو داشتن، اگه من الان بیمار بشم برم بیمارستان این دوا رو به من نمیدن به طور رایگان، ولی به رئیس جمهور آمریکا مشخصا این رو برای شهرت یا برای هر کاری دادند و مشخصا مثلا به جولیان هم دادند و این به حال مسئله ایست که هست، حتی در آمریکا هم قضیه هست. ولی نمیشه گفت کادرهای پزشکی در ایران کم روی میناوند و به اصطلاح انصاریان کار کردن. به نظر میرسه که مشخصا اون کاری که در توان بوده و استانداردها و پروتکل خوب بوده انجام شده. من چند تا مصاحبه‌ام با به اصطلاح پزشکان معالج دیدم
و به نظر میرسه که وضعیت به اصطلاح خوبی بوده و متاسفانه به حال بیمارا فوت کرد. دوستان عزیز، وقت ما اینجا به پایان میرسه. من تو هفته آینده شما رو به خدا میسپارم. امیدوارم که شاد، خرم و به دور از واکسن و ویروس باشید و واکسن رو اگر میزنید به اصطلاح سعی کنید که به واکسن های دست داشته باشید که واکسن های به اصطلاح اثبات شده باشن. اونایی که در ایران هستن به نظر میرسه که به حال واکسن روسی اون چیزی که خواهد اومد و من اگر در ایران بودم خودم واکسن روسی رو به هر حال ناچاران میزدم، ولی با اکراه میزدم متاسفانه. دوستان عزیز، موفق باشید و وقت شما بخیر و خدا نگهدار.